سلام دوستان عزیز، به چینل همراز میدیا خوش آمدید. اگر چینل را سبسکرایب نکردید لطفا سبسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی من آگاه شوید. قبرستان توت. کشف جدیدی که به تازگی اتفاق افتاد از همان اول ثابت کرد که سال 2021 قرار است یک سال بسیار جالب بخصوص برای متخصصان مصر باشد. در بیرون شهر مینیا در دره نیل یک گورستان بسیار بزرگ به بیرون افتاد. گورستانی که نه مربوط به آدمهای معمولی بلکه مربوط به خانواده های افراد مذهبی در مصر باستان است که در خدمت توت بودند. در یک قسمت قبرها بجز بقایای جسد حدود 1000 مجسمه هم کشف شده است. صورت آسپالتا. در زمان بین سالهای 593 تا 568 قبل از میلاد مسیح، فرمانروایی به نام آسپالتا در مصر باستان به قدرت رسید. اخیراً حفاره‌هایی که در دانگیل مصر انجام شد، تکه‌هایی از مجسمه‌ای کشف شد که با قرار دادن این تکه‌ها در کنار هم، صورت آسپالتا به دست آمد. هرم آنخسپی. در مصر باستان ملکه به نام آنخسپی دوم فرمانروایی می کرد. او پسر به نام فاراو به دنیا آورد. تا اینکه پسر او بزرگ شد، بیشتر سازه ها، هرم ها و مقبره هایی که برای مرگ او ساخته شده است تا الان پیدا شده است و ظاهرا اولین ملکه بوده که نوشته های بر روی بناهایش داشته است. اتاق مخفی در هرم جیزا. دانشمندان میگن که توانستند در هرم جیزا یک اتاق مخفی کشف کنند و هنوز مشخص نیست که هدف از ساخت آن چی بوده است و چه دلیل در آنجا تعبیه شده است. این احتمال وجود دارد که در داخل این حفره اشیای مختلف و یا حتی مقبره های وجود داشته باشد. با این حال هنوز هیچ دستگاه نتوانست داخل آن را کشف کند. دانشمندان گفتند که ممکن است در داخل این حفره بزرگ چندین حفره دیگر وجود داشته باشد و یا این که راه به جای جدید ببرد. در سال 1907 کشف دو مومیای دنیای باستان شناسی و مصر شناسی را متحول کرد. در 400 کیلومتری جنوب قاهره یک جفت مومیایی 14 ساله به نام های خانم ناخت و ناخت آنخ در کنار هم کشف شدند. طبق آنچه که در از مقبره هایشان کشف شد و دیده شد، ظاهرا از اشراف آن دوران بودند.